به نام خدا و عرض سلام و احترام دارم خدمت دانشجویان عزیز. من سارا ولدخانی هستم، کارشناس ارشد پرستاری کودکان. این مبحث رو به عنوان محاسبات دارویی برای پرستاران در خدمتتون هستم. اجازه بدید کمی در مورد مقدمات دارو صحبت بکنیم. دارو چی هست؟ دارو یک ماده شیمیایی هست که بعد از اینکه وارد بدن میشه، یک پاسخ بیولوژیکی در بدن ایجاد میکنه. حالا این پاسخ بیولوژیکی میتونه برای درمان برخی از بیماری ها باشه، میتونه برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ها باشه مثل واکسیناسیون، و یا گاهی هم برای تشخیص بیماری ها استفاده بشه مثل مواد حاجبی که وارد بدن میشن. داروها بسته به کاربردی که میخوایم ازشون داشته باشیم طبقه بندی میشن. گاهی اوقات از نظر خود ماده دارویی طبقه بندی میشن، مثل دیورتیکا، آگونیست آدرنرژیک و از این قبیل. گاهی اوقات هم از نظر درمانی مورد طبقه بندی قرار میگیرن بسته به اینکه کاربردش چی هست، مثل داروهای ضد فشار خون، ضد انعقادها. داروها میتونن در هر دو دسته قرار بگیرن، بستگی داره که ما چه استفاده ای میخوایم ازشون بکنیم که میخوایم اونا رو وارد کدوم طبقه بندی قرار بدیم. حالا اصطلاح فارماکوکینتیک که خیلی از پرستاران عزیزمون در موردش اطلاعات دارن. فارماکوکینتیک یعنی حرکت دارو در بدن. در واقع بعد از اینکه دارو جذب به بدن میشه، مورد توزیع قرار میگیره، در بدن پخش میشه، متابولیزه میشه و در نهایت از بدن دفع میشه که بسته به اینکه کدوم طبقه بندی دارو در کدوم دسته داروی قرار گرفته، این مسیر فارماکوکینتیک ممکنه متفاوت باشه. دارو بعد از اینکه وارد بدن شد، از طریق غشای سلولی باید عبور کنه و وارد سلول بشه. دونستن فیزیولوژی دیواره سلولی برای پرستاران عزیزمون خیلی مهم هست. غشای سلولی از دو لایه فسفولیپیدی تشکیل شده که هر لایه شامل یه سر آبدوز میشه و یه دوم آبگریز. عبور دارو از این سطح سلولی ممکنه گاهی اوقات به راحتی صورت بگیره و گاهی اوقات نیاز هستش که بهش کمک بشه. در این تصویر همونطور که ملاحظه می‌فرمایید، گاهی اوقات همونطور که گفتیم به راحتی از طریق انتشار از غشای سلولی عبور می‌کنن داروها، گاهی اوقات هم از طریق انتقال فعال با مصرف انرژی. بعضی وقتا دارو نیاز نیستش که هیچ حمایتی دریافت کنه و از طریق انتشار ساده میتونه از داخل سلول به بیرون بره و از بیرون سلول به داخل سلول بره. گاهی اوقات هم اون مواد یا اون مولکول‌ها از طریق کانال پروتئینی میتونن عبور بکنن و باز هم انرژی مصرف نمیشه که بهش میگن انتشار ساده. گاهی اوقات این کانال‌های پروتئینی نیاز هستش که با استفاده از حامل‌های پروتئینی اون مولکول رو از غشای سلول عبور بدن که این بهش میگن انتشار تسهیل شده. در واقع با استفاده از اون حامل‌های پروتئینی انتشار راحت شده، اما باز انرژی مصرف نمیشه. در صورتی که انرژی مصرف بشه برای عبور مولکول به داخل سلول و به خارج سلول، بهش میگن انتقال فعال. وقتی که مولکول دارو یا اون ماده شیمیایی وارد سلول شد، غلظت دارویی تغییر میکنه. اون ابتدای ورود از حداقل به حداکثر میرسه و کم کم به مرور زمان غلظت دارویی کم میشه تا زمانی که بخواد از سلول دفع بشه. شروع اثر به زمانی میگن که دارو به غلظتی رسیده که بهش میگن حداقل غلظت مؤثر درمانی. در واقع داره اثر دارو تو این زمان شروع میشه و غلظت کمتر از اون اثر درمانی به هیچ عنوان نداره. پس از زمان شروع اثر که گذشت به حداکثرش میرسه و کم کم دوباره به مرور زمان به اون حداقل غلظت مؤثر درمانی میرسه. به این زمان میگن مدت اثر و به غلظتش میگن شدت اثر. در واقع زمانی که دارو به حداقل غلظت مؤثر درمانی رسیده و حداکثر اثرش رو داره، بهش میگن پنجره درمانی. در واقع زمانی که داره روی بدن تاثیر میذاره تا اون اثر درمانی رو از خودش به جا بذاره. به مرور زمان همون اثر دارو کم میشه تا از بدن دفع بشه. اما اگر دارو به غلظتی برسه که حداکثر اثر درمانی رو رد بکنه، غلظت سمی دارو هستش که جزء عوارض ناخواسته دارویی میشه که پرستاران باید در مورد این غلظت هر یک از داروهایی که برای بیماران تجویز میشه اطلاعات داشته باشن. اصطلاح بعدی که برای پرستاران عزیزمون مهم هستش که بدونن در مورد نیمه عمر دارو هست. این نمودار همون نمودار غلظت اثر دارو هستش. غلظت دارو زمانی که به 50% خودش در بدن برسه، توی اون بازه زمانی خاص بهش میگن نیمه عمر اولیه دارو، و زمانی که توی اون مدت زمان خاص به 25% غلظت خودش برسه، اون 25% نیمه عمر ثانویه دارو هستش. در واقع مدتی که گذشته که دارو به غلظت 25% خودش برسه. به مرور زمان اون غلظت دارو هم دوباره کمتر میشه تا زمانی که به غلظت دارو با حداقل تاثیرش برسه. بعد از اون دیگه دارو اصلا به هیچ عنوان اثر درمانی نداره تا زمانی که دارو از بدن به مرور زمان دفع میشه.
اصطلاح دوز اولیه و دوز نگه دارنده دارو رو پرستاران عزیزمون میدونن. اگر بخوایم این رو توی یک نمودار خدمتتون نشون بدیم، همطور که ملاحظه میفرمایید داروی یک با همون دوز نگه دارنده طی چند دوز زمان برده تا وارد پنجره درمانی بشه. در واقع غلظت دارو بعد از 60 ساعت و دوز ششم وارد پنجره درمانی شد. اما اگر اون دوز اولیه دارو زمانی تجویز می شد که با یک دوز خیلی بیشتری وارد بدن می شد، همونطور که می بینیم بعد از دوز دوم و 24 ساعت می تونست وارد پنجره درمانی بشه و این نشون میده که چقدر برای شروع دارو اون دوز اولیه یا لودینگ چقدر مهم هستش. بنابراین بیمار به سرعت و بعد از زمان خیلی کوتاهتری نسبت به این 60 ساعت می تونه وارد پنجره درمانی بشه. اصطلاح بعدی که در مورد صحبت میکنیم فارماکودینامیک دارو هست. فارماکودینامیک در مورد تغییرات دارو صحبت میکنه و در واقع مکانیزم اثر رو نشون میده که چه عمل کردی میتونه برای بیماران ایجاد بکنه. نموداری که ملاحظه میفرمایید نمودار ایفکتیو دوز یا دوز مؤثر هست. نشون میده که مثلا چه دوزی از دارو روی چه تعداد بیماران اثر میذاره. توی این داروی خاص به طور مثال همطور که میبینید مثلا غلظت 20 میلی گرم روی مثلا 60 یا 70 تا بیمار اثر گذاشته، اما دوز 50 میلی گرم روی حد اکثر تعداد بیماران اثر گذاشته و بعد از اون دوز بیشتر روی تعداد کمتری از بیماران اثر گذاشته. بنابراین این نمودار به ما نشون میده که ایفکتیو دوز یا دوز مؤثر مثلا این داروی خاص که 50 میلی گرمه روی حد اکثر تعداد بیماران اثر گذاشته. بنابراین ما اگر بیماران مشابه داشته باشیم میتونیم با دوز 50 میلی گرم به حد اکثر پاسخ درمانی برسیم و از این به بعد روی اون بیماران خاص توی اون بیماری این دارو با 50 میلی گرم تجویز میشه. عمل کرده دارویی هم به همین ترتیب هست. در واقع توی فارماکودینامیک دارو برای ما مهم هستش که بدونیم قدرت اثر و اثر بخشی مهم هستش. قدرت اثر منظورمون تأثیر درمانی داروی با کمترین دوز و اثر بخشی هم نشون میده که بیشترین کارایی و بیشترین تاثیرگذاری اون دارو داره. همونطور که توی این نمودار ملاحظه میفرمایید سه تا دارو برای تعدادی از بیماران تجویز شده. داروی یک مثلا با دوز 100 میلی گرم روی 50% بیماران تاثیر گذاشتن. داروی 3 با دوز 1000 میلی گرم روی 50% بیماران تاثیر گذاشته. اما داروی 2 با دوز 100 میلی گرم روی 90% بیماران تاثیر گذاشته. بنابراین میبینیم که کمترین دوز یعنی قدرت اثر بیشتر اومده اثر بخشی بیشتری گذاشته، یعنی بیشترین کارایی رو داشته که همون 90% بیماران بوده. بنابراین روی این گروه از بیماران از این به بعد داروی 2 داروی پیشنهادی هستش که باید تجویز بشه. اصطلاحاتی مثل تداخل دارو و گیرنده دارو خیلی شنیدیم. اصطلاحاتی مثل آگونیست، آنتاگونیست و از این قبیل. آگونیست منظورمون چی هست؟ گاهی اوقات اون مولکول دارو که وارد بدن میشه میاد پاسخ طبیعی سلول رو تشویق میکنه که اون پاسخی رو که داره ایجاد میکنه اون سلول بیشتر خودش رو نشون بده و بیشتر اون پاسخ رو از خودش ایجاد بکنه. به اون دسته داروی میگن آگونیست. گاهی اوقات پارشیال آگونیست یا آگونیست نسبی داریم، یعنی همون پاسخ طبیعی سلول رو داره ایجاد میکنه دوباره، اما کمتر از مقداری که آگونیست داره ایجاد میکنه که بهش میگن آگونیست نسبی. اما گاهی اوقات دارو در دسته آنتاگونیست ها قرار میگیره، مثل آنتیدوت ها. در واقع میاد اون عملکرد طبیعی سلول رو جلوشو میگیره و مهار میکنه، نمیذاره که پاسخ طبیعی سلول ایجاد بشه. حالا نقش پرستار اصلا تو دارو درمانی چی هست؟ پرستار باید داروها و دسته های داروی رو کامل نسبت بهش شناخت داشته باشه و مطالعه کرده باشه. همینطور اهداف دارو درمانی رو بدونه. اصلا بدونه این دارو برای چی داره برای اون بیمار استفاده میشه. تأثیر دارو بر بدن رو بدونه. مثلا بدونه که این دارو قراره درد بیمار رو کم کنه یا این دارو قراره خونریزی بیمار رو کاهش بده. کنترل اندیکاسیون های دارو رو بدونه و بدونه که این دسته دارویی مثلا توی بارداری ممنوع هست یا توی بیماران سالمند باید با احتیاط استفاده بشه. احتیاطات دارویی برای پرستاران خیلی مهم هستش که بدونه. گاهی اوقات اون عوارض احتمالی میتونه به بیمار کمک بکنه که از خودش محافظت بکنه و این ایمنی بیمار رو میتونه برقرار بکنه و در نهایت علت تجویز دارو رو بدونه. اصلا بدونه فلان آنتی بیوتیک در بدو ورود بیمار برای چی برای بیمار تجویز شده، زمانی که اصلا بیمار مدت کوتاهی هستش که وارد بیمارستان شده و خیلی مثال های دیگه. اینها نقشای پرستار هستش که توی دارو درمانی برای ما مهم هستش که بدونیم. زمانی که دارو درمانی رو یک پرستار میخواد انجام بده باید یه سری شایستگی ها داشته باشه، یعنی یک سری ویژگی های مثبت
که اگر اون پرستار اون رو نداشته باشه، دارو درمانی برای اون پرستار به کمک اون پرستار نباید انجام بشه. پرستار باید آناتومی و فیزیولوژی بدن رو بدونه، فارماکولوژی داروها رو بلد باشه، ارتباط بتونه بگیره با بیمار، بتونه خودش رو معرفی بکنه، به بیمار حس مثبت رو ایجاد بکنه که بیمار هم از اون طرف بتونه باهاش همکاری داشته باشه. همکاری بین رشته‌ای بین پرستار، پزشک، تیم داروسازی و سایر تیم، به خصوص خدمات عزیزمون، بهیاران عزیزمون، خیلی مهم هستش که توی دارو درمانی به پرستار کمک بکنه و این همکاری بین رشته‌ای شکل بگیره. اطلاعات رو بلد باشه، جستجو کنه، هر اطلاعاتی که نداره پرستار بتونه در موردش سرچ بکنه و بهش دسترسی داشته باشه. ریاضی و محاسبات رو بلد باشه که ما می‌خوایم توی این درس در موردش صحبت بکنیم و یک مروری بکنیم. تجهیز و اجرای دستورات دارویی رو پرستار باید بلد باشه، تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی داشته باشه. ما الان توی بیمارستان‌های سطح کشور این پرستاران عزیزمون هستن که دارن دارو درمانی رو انجام میدن. و مثلا توی کشورهای دیگه ممکنه که دستیار پرستاران بتونن بهشون کمک بکنن یا حتی پزشکان دارو درمانی رو انجام میدن. پرستار باید بتونه به طور دقیق بیمارش رو بررسی و ارزشیابی بکنه، بتونه معاینات رو براش انجام بده، دارو رو به طور صحیح ثبت بکنه و داکیومنت بکنه و بتونه ایمنی بیمار رو براش برقرار بکنه. زمانی که پرستار میخواد تاریخچه دارویی رو بگیره چه شرایطی رو باید بررسی بکنه؟ ابتدا باید اون شکایت اصلی بیمار رو بدونه که اصلا برای چی بیمار بستری شده الان تو بیمارستان. حساسیت ها و سابقه آلرژیش رو بررسی بکنه، تاریخچه بیماری هاش و بیماری های زمینه ایش رو بدونه که اصلا درمان شده همین الان یا نه تحت درمان الان. تاریخچه خانوادگیش و سابقه ابتلای پدر، مادر، خواهر، برادر، خاله، دایی، عمه، عمو اینا رو بررسی بکنه، شرح حال بگیره کامل، تاریخچه دارویی رو بدونه که اصلا چه داروهایی رو داشته استفاده میکرده، آیا همین الان هم داره اون داروها رو استفاده میکنه، مدیریت سلامتش به چه صورت هست، آیا همین الان تحت نظارت یک پزشک هست یا نه، آیا اصلا اون بیمار ظرفیت مراقبت از خودش رو داره یا نه، بارداری رو بررسی میکنیم، مسائل شخصی و اجتماعیش رو، مثل مسائل اقتصادی، شرایطی که مثلا آیا بیمار دسترسی به اون مسائل درمانی داره یا نه، میایم اون خطرات سلامتی رو توش بررسی میکنیم، علاوه بر شرایط زندگیش، آیا محیط شغلیش ایمنی داره یا نه، و از این قبیل تاریخچه دارویی که پرستار باید از بیمار شرح حال بگیره. آموزش به بیمار وظیفه مهم پرستاران عزیزمون هست. توی اون آموزش به بیمار ما میایم به بیمار استفاده درمانی اون دارو توضیح میدیم که اصلا کاربردش چی هست، چه اثرات جانبی اون دارو میتونه برای بیمارمون ایجاد بکنه، نحوه مصرف دارو به چه شکل هست، آیا این دارو خوراکی هست، تزریقی هست، کجا باید بره دارو رو استفاده بکنه، و ملاحظات خاص و پیگیری ها که مثلا بعد از اینکه اون دارو رو استفاده کرد بعد از یه مدتی بره آزمایش خون بده یا بعدش بعد بره سونوگرافی کنه یا دوباره بعد بیاد به درمانگاه مراجعه بکنه. عوامل فرهنگی و محیطی خاصی هستن که توی پرستاری برای حین دارو درمانی خیلی مهم هست. به طور مثال قومیت بیمارانمون، فرهنگ خاصشون، سبک غذاییشون، بیماری‌های ژنتیکیشون، مذهبشون یا جنسیتشون ممکنه توی دارو درمانی برای ما اثرگذار باشه. عوارض و تداخلات دارویی برای پرستاران مهم هستش که بدونن، به خصوص حساسیت‌های دارویی که ممکنه اون دارو ایجاد بکنه، پاسخ‌های دارویی که ممکنه اون واکنش‌هایی رو ایجاد بکنه که علت خاصی براش پیش‌بینی نمیشه، حتما به خاطر دارو هستش. اما هیچ دلیل موجه و موثقی نداره، هیچ دلیل منطقی نمیتونیم برای ایجاد اون ریاکشن داشته باشیم. ما گاهی اوقات ممکنه سمیت و سرطان زایی اون دارو داشته باشه که باید مزایا به معایب کامل بررسی بشه که مزایای اون دارو بیشتر از معایبش باشه و در نهایت اون عوارض جانبی که اون دارو ممکنه ایجاد بکنه. تداخلات دارویی دونستنش برای پرستاران عزیزمون خیلی مهم هست. گاهی اوقات اون رعایت فاصله زمانی خیلی میتونه اون تداخل دارویی رو برای بیماران کم بکنه. دارو درمانی یه سری اصول داره. اصطلاح انگلیسیش رایتس هست. بعضی اوقات ما میبینیم که دارو درمانی اصول 8 رایت رو داره، گاهی اوقات 10 رایت رو داره که این به مرور زمان توی کتب مختلف ممکنه متفاوت باشه. اصول دارو درمانی صحیح که پرستار باید رعایت بکنه چک دارو هستش که البته اولین موردی هستش که باید چک بشه ما اصلا بدونیم اون دارو داروی صحیح هستش که داره تجویز میشه یا خیر. بیمارمون رو چک میکنیم، دستبندش رو چک میکنیم، ازش اسمش رو سوال میپرسیم که بیمار صحیح باشه، دوز دارو رو چک میکنیم که صحیح باشه. البته که پزشکان دارو رو تجویز میکنن اما پرستار باید دوباره اون دوز رو چک بکنه که مثلا اگه کودک یا نوزاد هست دوز این دارو ممکنه زیاد و غیر منطقی بیاد که بعد بره از پزشک سوال بپرسه. روش صحیح دارو درمانی رو چک میکنیم که مثلا این دارو خوراکیه، تزریقیه، موضعیه، به چه صورت هست.
زمان دارو رو چک میکنیم که مثلا قبل غذا هست، بعد غذا هست، صبح هست، شب هست، 3 بار در روزه، 2 بار در روزه. کنترل این به عهده پرستاران عزیزمون هست. دارو رو باید به صورت صحیح داکیومنت کنن که به چه صورت ما تجویز کردیم، چه ریاکشن هایی داشته و به صورت صحیح و ثبت بشه. پرستاران عزیزمون باید قبل و بعد از تجویز دارو معاینه صحیح رو داشته باشن که اصلا ببینن که اون بیمارمون تو اون شرایط خاص اون ظرفیت رو داره برای دریافت دارو یا نه. به خصوص داروهای خاصی که مثل دیگوکسین هستش که یه سری آمادگی ها باید بیمارمون داشته باشه. یه سری داروها رو قبلش نباید گرفته باشه. بیمار به عنوان یکی از رایت ها باید بدونیم که حق انتخاب داره. باید بدونیم که بیمار میتونه بعد از اینکه بهش توضیح دادیم رد کنه اون درمانو و بگه من نمیخوام اون دارو رو دریافت بکنه. ما به زور و ندانسته نباید اون دارو رو برای بیمار تجویز بکنیم. بعد از اینکه دارو رو دادیم باید بتونیم ارزشیابی بکنیم، کنترل علائم حیاتی رو داشته باشیم، ریاکشناش رو چک بکنیم و در نهایت به صورت صحیح به بیمار آموزش بدیم و بیمار بدونه که از این به بعد این دارو به چه صورت باید استفاده بشه و چه عوارضی رو ممکنه برای ایجاد بکنه. یه سری اصطلاحات رایج هست در پرستاری که همه همکاران عزیزم در مورد این اطلاع دارن، مثل زمان دریافت دارو، نوع داروها، اصطلاحاتی توی اردرهای پزشک ما خیلی میبینیم، به چه صورت نوشته میشه قطع داروها، زمان داروها همطور که گفتیم AM PM یا مثلا دایتشون به چه صورت هست، دارو از طریق دهان استفاده بشه یا نه، لحاظ خروج از تخت به چه صورت هستش که out of bed میتونه بشه یا نه، شکایت اصلیش چی بوده، مشکل فعلیش چی بوده، اختصارهای دیگه ای که مثلا سطح هوشیاری یا فامیلی هیستوری سابقه خانوادگی نوشته میشه تو پرونده ها، انواع شکل دارویی که استفاده میشه، اتاق عمل به صورت او آر نوشته میشه و تعداد هم به صورت نامبر نوشته میشه. این اسلاید میتونه یه ریفرنس خیلی کاربردی باشه برای پرستاران عزیزمون در بیمارستان. یه سری حجم های کاربردی هستش که در بیمارستان به دردمون میخوره، به خصوص زمانی که بیمارمون میخواد از بیمارستان ترخیص بشه و به منزل بره. مثلا اوردر داریم که 1 سیسی از این دارو باید بیمار استفاده کنه. خب ممکنه بیمار دسترسی به سرنگ نداشته باشه. خب بنابراین باید بدونه بیمارمون که مثلا 1 سیسی مدل 15 قطره است، 5 سیسی مدل یه قاشق چایخوریه، 15 سیسی مدل یه قاشق غذاخوریه، 30 سیسی مدل 2 قاشق غذاخوریه، 250 سیسی گاهی اوقات 200 سیسی معادل 1 لیوانه و 1 کیلوگرم معادل 2.2 پونده، چون تو بعضی از کشورها وزن رو بر اساس پوند می نویسن. مسیرهای دارو درمانی که در نهایت می خواهیم در مورد صحبت بکنیم توی بیماران مختلف توی داروهای مختلف متفاوت هستش. داروهایی هستن که از راه دهان استفاده میشن، داروهایی هستن که از لحاظ لوله معده یا ان جی تیوب به بدن بیمار وارد میشن، داروهای موضعی یا پوستی، چشمی، داروهایی که از طریق گوش وارد بدن میشن، از طریق بینی وارد بدن میشن یا از طریق مقعد، که همه اینا داروهای موضعی هست، علاوه داروهای واژینال. داروهای تزریقی هم از طریق زیر جلدی، داخل جلدی، وریدی و یا عضلانی تجویز میشن که ما در ادامه درس میخوایم دونه دونه در مورد اینها صحبت بکنیم. در ادامه میخوایم در مورد داروهای خوراکی، نحوه تجویزشون و محاسبات دارویی صحبت بکنیم. داروهای خوراکی که در بازار وجود دارن به شکل قرص، کپسول یا شربت فروخته میشن. این داروها به جز اینکه میتونن بریده بشن به شکل زیرزبانی و مخاطی هم قابل استفاده هستن. همینطور این داروها در صورت نیاز میتونن از طریق انجی تیوب یا لوله بینی مده و یا گاستروسکوپی برای بیمار تجویز بشن. داروهایی که به شکل قرص، کپسول یا شربت در بازار وجود دارند، اقدامات پرستاری مخصوصی دارند. مثلا اینکه پرستار حتما باید توانایی بلع بیمار رو بسنجه قبل از اینکه دارو رو تجویز بکنه. حتما داروها رو با استفاده از کاپ دارویی برای بیمار ببره. و اگر داروی خوراکی به شکل شربت هست یا الکسیر، حتما دارو رو قبل از تجویز هم بزنه. پرستار باید در کنار بیمارش بمونه تا مطمئن بشه که دارو توسط بیمار کامل بلعیده شده. این داروی خوراکی اگر که تداخلی نداشته باشه با دارو و یا منع پزشکی وجود نداشته باشه، میتونن دارو رو با یه لیوان آب میوه یا شیر ببلعن. داروهای خوراکی مایع به شکل الکسیر، شربت و یا سوسپانسیون در بازار وجود دارن. تفاوت الکسیر و شربت هم در این هستش که الکسیر محلولی هستش که مایعش پایه چربی داره و پایه مایعی که شربت رو میسازه آب هست.
داروهای زیرزبانی که توسط پرستار قرار برای بیمار تجویز بشن هم شرایط و اقدامات مخصوص خودشون رو دارن. مثلا اینکه پرستار باید قبل از اینکه دارو تجویز بکنه حتما هوشیاری بیمارش رو بسنجه و مطمئن بشه که آیا اون بیمار میتونه دارو رو زیر زبانش نگه داره یا خیر. همینطور باید حتما به بیمار تاکید بکنه که این دارو جویده نشه، بلعیده نشه و به هیچ عنوان داخل دهان چرخانده نشه. بیمار نباید بزاقش رو ببلعه تا مطمئن بشه که دارو کامل در دهانش حل شده. همینطور پرستار هم باید تا این زمان کنار بیمارش باقی بمونه تا مطمئن بشه که دارو کامل جذب شده. بعد از اینکه دارو حل شد، بیمار در صورت تمایل میتونه یه لیوان آب یا آب میوه بنوشه.